رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. میلاد نور و رحمت، بیترین عالم، سرور کائنات، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر همه مؤمنان فرخنده باد. بدون شک سال روز تولد افضل مخلوقات، اشرف موجودات، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما پیام پیروز شدن روشنایی در مقابل ظلمت را می دهد. به ما پیام پیروزی عدالت در مقابل جهالت را می دهد. به ما رنگ اصلی و اساسی زندگی مبتنی بر حقیقت را پیام می دهد. آری، دین مقدس اسلام زیادتر از 14 قرن قبل از امروز آموزش را مطابق سخن سودمند سرور کائنات که گفت طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فرض است از حقوق اساسی بشر شمرد. بردهداری ممنوع شد. از دیدگاه دین مقدس اسلام خودکشی یا امان انتحاری حرام قلمداد شد و کشتن یک فرد بیگناه معادل کشتن تمام بشریت تلقی گردید. امروز وضعیت ما به کجاست؟ آیا ما براستی امتان حقیقی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشیم؟ آیا ما شعوری مسلمانیم یا شعاری؟ آیا دساتیر دینی را عملی می نماییم و یا از آن عبور می کنیم؟ پاسخ به این پرسش ها در این برنامه. سلام، به برنامه تحلیل امروزی که در آستانه میلاد النبی نشر می شود خوش آمدید. میمانانم در بس مولوی عبدالرب مخدومزاده، شیخ خداداد شریفی و مولوی عبدالبحر روحانی، سه تن از علمای جدید ولایت بلخ هستند. میمانان گرامی به بس خوش آمدین. خوش باشید. در نخست با آقای مخدومزاده آغاز می کنیم. جناب آقای مخدومزاده، با این سخن سودمند سرور کائنات که طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فرض دانسته، بحث خدا آغاز میکنیم. امروز 1017 باب مکتب در افغانستان مسدود است. ما عملات بر آموزشگاه ها را شاهد هستیم که نمونه اخیرش شما بر روز شنبه شاهد بودین در کابل که بیش از 100 شهید و مجروح به جا گذاشت. کسانی که مانع انجام این فرض توسط افغان ها می شوند به باور شما چه کسانی هستند؟ سلام، خود را تقدیم می دارم به دوستانی که در اینجا حضور دارند، بعدن به بینندگان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم موفق و معیت و کامیاب بوده باشین. سوالی که شما مطرح کردین خدمت شما عزیزان مطلب واضح هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که عرض اندام به جامعه میکنه، به عنوان آخرین پیامبر از طرف الله انتخاب میشه که بعد از او هیچ پیامبری دیگر تا روز قیامت نمیآید. نخستین آیاتی که از طرف الله به پیامبر علیه السلام نازل میشه مسئله فرضیت نماز نبوده، مسئله فرضیت جهاد نبوده، مسئله فرضیت روزه و زکات نبوده، بلکه تعداد از آیات هست برای ما این درس را میدهد که همانا اقرا بسم ربک الذی خلق. تمام آنچه که انسان در دنیا داره، چی بودی سیاسی است و چی بودی اقتصادی است و چی بودی فرهنگی است و چی بودی اجتماعی و انفرادی و معاشرتی، همه استوار به علم است، یک امر مسلم است. خداوند به پیامبر علیه السلام این پیام را می دهد که همه آنچه که در دنیا انسان داره بدون علم امکان زندگی با او انسان نیست، و برای جهان بشریت این پیام را می رسانه که اسلام با دین ملازم است. جایی که اسلام بوده باشد، اونجا سر تا سر علم و منطق و استدلال و فهم و دانش هم می بوده باشد. با تأسف کسانی که
از نام اسلام استفاده سو کردن، با تأسف از ایمانی که با خود دارن استفاده سو کردن، برای جهان بشریت این پیام را دارن که اسلام در مقابل علم قرار داره. اسلام یعنی یک دینی که سر تا سر با جهالت گری خورده، هیچ برنامه ای نداشته، هیچ روندی را به خاطر تشکیل زندگی ملت ها و پیروانش نداشته. چطور ما بتوان در مقابل دیگران قرار بگیریم؟ این برمیگرده به سوی جهالت فردی و انفرادی همون انسان. در واقع اسلام عزیزی که ما میشناسیم، با او آشنایی داریم، الحمدلله که ما با او گرویده هستیم، به عنوان آخرین دین به نزد پروردگار که همانا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، مرضیت پروردگار به اسلام عزیز بوده. ما میشناسیم سر تا سر با علم ارتباط تنگاتنگ داره. عزیزان من، خدمت شما یک نکته داشته باشم. اون نکته ایز، اگر ما خواسته باشیم از اسلام واقعی خود معلومات همه جانبه را حاصل کنیم و کمایی کنیم، ما توسط چند ورق رساله هایی که نه مؤلفش معلوم است و نه مصنفش معلوم است و نه مأخذ و مرجعش معلوم است، به این اکتفا کرده اسلام خود نامبد نسازیم. مراجع و منابعی در اختیار ما هست، چی از قرآن عظیم و شان، چی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، چی از اقوال اصحاب کرام که یک لگو 24 هزار صحابه کم و بیش به عنوان شاگردان بذات پیامبر صلی الله علیه و سلم به جامعه تقدیم شده، چی نظریات بزرگای دین از امام بخاری و ابو حنیفه و بقیه بزرگای دین شروع، زندگی اینها را مطالعه کنیم، نظریات و آرای اینها را مطالعه کنیم، مطابق زندگی اینها ما حرکت بکنیم، فرامینی که پروردگار توسط جبرائیل امین و پیامبر علیه السلام داشته که همان قرآن محفوظ است و دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث درج شده، بناهن در جامعه اسلامی هیچ نوع مشکلی باقی نمیمانه. حتی بعضی از قوانینی که فعلا در دنیای کفری هست، مأخذش وقتی که ما بررسی میکنیم همان جملات و آرا و نظریات بزرگای امت اسلامی است. خب دقیقا مالی صاحب مخدوم زاده، دوباره به این پرسش باز میگردیم. زمانی که پیشتر براتون گفتیم که از سخنان گوهربار سرور کائنات فرض قلم داد کردن آموزش شد بر شهروندا و اولین آیه هم که برش نازل میشه آیه اقرأ است، پس چگونه است که امروز کسایی با شعار مسلمان بودن و دینداری میآیند آموزشگاه را در کابل میزنند، بیش از 1000 مکتب را مسدود میکنند، دانش آموزها را مسموم میکنند، مکاتب را به آتش میکشند؟ نمونهش ما در طالقان داشتیم، در زابل داشتیم. انگیزه اقدامات چیست؟ انگیزه چیزایی که شما تقدیم کردین واضح و آشکار است. من چیز خدمت شما داشته باشم، در محور صحبتم من جواب شما را گفتم، امیدوار هستم که جواب شما گرفته باشیم. و مشخصا اگر بیایم که بینده که همکنون در چهاربولک و چمتال، در بلخ و دولت آباد و دیدادی از طریق پیکان میبینی، از طریق رادیو نهاد میشنوه، پیام شما برای کسایی که دمی مسیر روان هستند و مانع روند آموزشی میشن چی است؟ اولا ما عامل اساسی را بررسی کنیم، روی چی اهداف این عملیات ها و این حوادثی که هست صورت میگیره. پیشنهاد اونها هم هر پیشنهادی که داشته باشه، پیشنهادشان اگر معقول بوده باشه، قابل پذیرش بوده باشه، اون باید پذیرفته شوه. خب حالا آقای مخدوم زاده، من حیث یک مسلمان علما و رسول الانبیا، من حیث یک عالم دین، شما خودتان میدونید در قرآن کریم گفته قتل یک بیگناه معادل با کشتن تمام بشریت، درست است؟ بله. زمانی که 30 دانش آموز به شهادت میرسه، ای سرباز نبود، ای خارجی نبود، ای از کدام دین دیگه، از کدام کشور دیگه نبود، گناه اینا چی بود؟ کسایی که را به قتل رسانده، به باور شما کدام پیشنهاد معقول دارن؟ جناب من گچی گفتم خب، ما به پاسخ شما خب پرداخت کردم، اما تو واضح برکنم، اما وضاحت بیشتر، اگر وضاحت بیشتری هست، ای به سوی نظریه و آرای انفرادی برمیگرده و نظر شخصی انسان است که چی برداشت داره، و ما نمیتونیم که در این چند لحظه که خدمت شما هستیم نظریه از او را
و عقیده او را ما بررسی کنیم، او در مقابل ما فعلا تو مستقیم قرار نگرفته، ای تو شفاهی قرار نگرفته. باور شما چیست؟ باورتان چیست؟ زمانی که ببینید که 30 کودک به شهادت میرسه، کسی کمی کار انجام میده، مغایر دین انجام نمیده کار را؟ این خود عقیده معلوم دار است، عقیده واضح آشکار است که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا و من قتلها فکأنما قتل الناس جمیعا. یک عقیده مسلم است، پس ضرورت نیست که ما در ارتباط نظرپرانی داشته باشیم و آرای خود را ما در ارتباط بیان کنیم. سپاس، مسئله واضح است. تشکر به شما، دوباره باز خواد گشتیم. آقای شریفی، با تولد سرور کائنات جهان متعول شد، به ویژه زمانی که به پیغمبری مبعوث شدند، بردهداری پایان یافت، زنده به گور کردن دختران ختم شد و روشنایی در جهان در آلوکم فرما شدن بود، درست؟ نزدیک به 15 قرن پس از تولد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، امروز فکر نمیکنید که یک بار دیگر کسای تحت عنوان امت از او، یا میتونیم بگیم امت نماها، به مسیر گمراهی در حال سوق یافتن هستند؟ وضعیت را که شما امروز عملا میبینین، خشونت از جنگ است، ناامنی است و رشوه ستانی است، ده ها مشکل دیگر این کشور است، باور شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب احترام خدمت شما مهمانان عزیز و برگرداننده برنامه رادیو پیکان و با سلام و احترام به همه شنوندگان این رادیو برنامه، سال روز ولادت با سعادت بهترین عالم پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به تمام جهان اسلام تبریک و تهنیت عرض می‌داریم و خدمت همه ملت عزادار افغانستان قضایای خونین تخار و قضایای خونین کابل را به همگان تسلیت عرض می‌داریم. برای زخمی های حادثات کابل و تخار شفای عاجل از خداوند تبارک و تعالی خواهانیم. خداوند تبارک و تعالی به حق اشک یتیمان، به حق اشک یتیمان و ناله های بیوه زنان، ناله های زنان بی شوهر، خداوند تبارک و تعالی صلح و امنیت و رفاه و آسایش را به ملل اسلام، مخصوصا به افغانستان، به ارمغان بیاورند. سوالی را که شما فرمودین بسیار سوال خوب بودن. زمان پیامبر بزرگوار اسلام پا به عرصه کنونی این دنیا گذاشت، تخت جهالت به زمین آمد. اون شب هیچ پادشاهی در دنیا نبود مگر اینکه با صورت افتادن، گوشها کر شدن، چشمها کور شدن، زبانها لال و کاخ ایوانی کسری شاه عجم ایران بود یا شاه دیگر که یم شکستن دریاها، دریاچه ساوه که سالها خشک بود آب جاری شد. امثال اینها غرائب و عجائبی اون شب پیدا شد که یک عده از مردم میگفتن قیامت شدن. اونهایی که تاریخ نویسان بودن میفهمیدن، درک میکردن، تورات و انجیل اینا را خوانده بودن، اینا گفتن نه، این علامات پیامبر آخر الزمان هستند که توسط پیامبر بزرگوار اسلام که بعد از رحلت پدر بزرگوار 6 ماه بعد به دنیا آمد و در مدت 6 ماهی که بعد از پدر به دنیا آمد یک نمونه های بارزی در دنیا از خود نشان دادن، تا که 6 سال در آغوش گرمی مادرش آمینه بودند که بعد از 6 سالگی مادرش رو هم از دست دادن. تا 8 سال دیگر خدمت عبدالمطلب بودند. خب آمدن در کنار ابو طالب قرار گرفت عمویشون. به هر شکل و شرایط این مسئله یتیم، کسی اگر امروز در افغانستان کسی را به خاطر یتیمیشون تحقیر بکنه که تو یتیم هستی، پیغمبر نازنین اسلام این دوران را طی کرده بودند که حالت فقیری و یتیمی را به خود نمیدید. یک موضوع. کسی که اگر دورانی غربتی، فقر، اقتصاد را در نظر بگیرد، پیغمبر بزرگوار اسلام یک فقیر بودند. کسی که مسلمان هستند در واقع، کسی که در واقع سنگ مسلمانی را، سنگ پیامبر، آل پیامبر، قرآن پیامبر را در سینه میزند، باید مسلمانی واقعی باشد. همچنین مسائل ها را باید روی کار نیارد، چون پیامبر بزرگوار اسلام اونها را محو کردند. کسی که اگر بردهداری میکردند، خود دوران پیغمبر بزرگوار اسلام این حضرت وقتی به دنیا آمد، دوران بردهداری به کلی تمام شدند. امروز کسانی که ما شاهد صحنه افغانستان نه تنها بلکه شاهد صحنه تمام دنیای اسلام هستیم، اینها به تقلیدهای کورکورانه اسلام نما، اینهایی که به نام اسلام، به نام قرآن، به نام امت اسلامی
قدم میزند پا میزند به اینها، ما ایرا برای همه اینها اول عرض سلام میکنیم، اول عرض ادب داریم به خدمت می مسلمان ها که باید فریب دشمن را نخورند. برای دشمنان ما فرق نمیکند که پشتون کشته شود، تاجیک کشته شود، هزاره کشته شود، عرب و ترکمن کشته شود، عیب ندارد، هیچ مشکل ندارد برای اونها. هر چقدر هم کشته شود برای اونها خوبه، اونها خوشحال میشه. اما باید ما بیدار باشیم، ما با خبر باشیم از خود که فریب دشمنان رو نخوریم. حتی کشورهای اسلامی همسایه های ما و شما دل به ما و شما نمیسازن. برای چی نمیسازن؟ به خاطر منافع شخصی خود. باید ما کاری بکنیم. پیام من حقیر برای همه ارادتمندان قرآن، ارادتمندان پیغمبر، ارادتمندان و سنت نبوی این است که دست از جنگ بردارند. به حق عظمت میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام دست از جنگ بردارند. دیگر بس است ناله های یتیم. بیشتر از مولوی صاحب مخدومزاده مطرح کرده ایم. آقای شریفی میخوایم از شما داشته باشیم که رسول اکرم آموزش فرض قلم داد کرد، درست؟ بله. اما بیش از 1000 مکتب مسدود و آموزشگاه هم شبیه آموزشگاه کوثر دانش در غرب کابل چنین کابوس تجربه میکنه. کیها در عقب چنین عملات هستند؟ آیا شما مسلمان مینامین کسی را که میآید انتحاری میکنه و بیش از 100 جوان این سرزمینه که بیگناه بودن، معصوم بودن، شهید و مجروح میکنه؟ این موضوع سوال خوب کردین. خب ایران ما صریحتا عرض میکنم، از این قصه عرض میکنم که کسانی که پشت پرده هستند اینها طالب نیستند، اینها افغانی نیستند، اینها نام اسلام هم شاید بهش وجود نداشته باشه، اینها اسرائیلی ها هستند که تمام نقشه ها به دست اسرائیل هست، تمویل کنندش امریکا هست. اما افغان ما تا زمانی که در کوچه و پس کوچه کابل بلد نباشه شهروند دیگه کشور میتونی که انجام بده؟ شما اجازه بدین میم سر مطلب، میم. خب امید زمان پیامبر بزرگوار اسلام، اون بزرگوار که خب فخر اولین و آخرین دنیا و آخرت بودن، فخر بشریت بودن، افتخار زمین بودن، لنگر آسمان بودن، به این خاطر خود دوران خود حضرت را تمسخر کردن. امروز تبلیغ کورکورانه ای که خب جهان غرب برای بر علیه مسلمان ها دارد، یک ایده پیدا میشه از افغانی های خودی ما و شما. یک مشکلاتی داریم، گرسنه های بدبخت های پدر مادر های افغانی سستنسر است که آلی دست بیگانه میشه. بله. اینا آلی دست بیگانه شدن. ما نه شما دوباره باز خود گشتیم آقای شریف، صریحا ما جواب میده جواب خلاص شوه، صریحا ما را به طالب افغانستان را سوق نمیدیم. اونهایی که طالب اصلی هستن در پشت جبهات هستن، اینا جایی مسائل رو اجازه ندادن و اجازه هم نخواهد داد. اینا کسانی هستن کورکورانه فریب میخوره به خاطر پول دنیا، مال دنیا مسلمان کشی میکنه. اینا مالیات پرست هستن پس به باور شما. بله. مولای صاحب روحانی میلاد نور و رحمت چی پیام رو به بشریت داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد الله و نصلی علی رسوله الکریم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز، همه امت اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی به دنیا آمد که جهان شدیداً نیاز داشت به رهبری چون رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون همه از ظلم خسته شده بودند و همه از نابرابری ها و ناعدالتی ها به سطوع آمده بودن. هر کوچه و پس کوچه جهان از ناله و فغان بیوزنان و بیچارگان و مظلومان پر بود. درست رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی به دنیا آمد که هر کس انتظارش داشت، بالاخص مظلومان، بالاخص بیچارگان، بیوزنان، بالاخص زنان بیچاره که حق و حقوقی در جهان بشریت نداشتند. زمانی که رسول الله علیه السلام به دنیا آمد، یک تغییرات کلی در جهان بشریت به وجود آمد. ما میتونیم شمارهوار به تغییرات کلی که بعد از فلادت رسول صلی الله علیه وسلم در جهان رخ داد اشاره کنیم. اولین چیزی که بعد از نبوت رسول صلی الله علیه وسلم به میان آمد، به وجود آمد، یک برکت خاصی در مکه، یک برکت خاصی در خانه‌ای که رسول صلی الله علیه وسلم زندگی میکرد و بزرگ میشد. همان گونه که حلیمه سعدیه مسئولیت سرپرستی یا مشیر دادن او را به عهده داشت، اونا حکایت میکنن که ما
گوسفندان خود در چراگاه های بی آب و علف رها می کردیم، ولی شبانگاه که باز می گشت پر از شیر بود. گوسفندان دیگری که در پهلوی گوسفندان ما می رفت چنین نبود. در واقع ای بعد از تولد رسول صلی الله علیه وسلم بود که یک برکت خاص در خانه ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی می کرد به وجود آمده بود. به همین شکل همه ادیانی که قبل از اسلام عزیز بود، مثلا در یهودیت یا نصرانیت و کسایی که آمدن یا بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوانده بودند در کتاب تورات و انجیل، اونا می فهمیدند که شخص به اسم احمد یا محمد می آید و این جهان را تغییر می ده و این وضعیت از بین می ره و جهان یک رنگ دیگری به خود می گیره. درست کسایی که آگاهی کامل در مورد آمدن رسول الله علیه الصلاه و السلام داشتن، بعد از ولادت پیامبر گرامی علیه الصلاه و السلام وقتی علائم و نشانه هایی که دری دیدن، یک به خیال خوبی زندگی میکردن، یک انتظار خوبی داشتن که حتما جهان پس از چند سال بسیار کوتاهی یک تغییر کلی مقدس روحانی آلا میلاد نور جهان را روشن کرد. درست؟ بله. 14 قرن پس از میلاد نور ما بش البدستای درست هستیم. ما تانستیم معارف حقیقی انبیا را، معارف حقیقی را که دین مقدس اسلام به ما هدیه داده، ما در جامعه خود نادی نکنیم؟ بله. چیزی را که من اشاره کردم برمیگشت به قبل از بعثت رسول صلی الله علیه وسلم، اما بعد از بعثت ما اتفاقات بسیار عجیب و بزرگی را در جهان مشاهده کردیم. طور مثال مردم دختران زنده به گور میکرد، ولی ای از بین رفت و دختران حق تازهی به خود گرفتن. و مورد دومی که در عرصه اقتصاد، در عرصه کسی که مالش نمیتونست صاحب شود و هر کسی میخواست بالای مردمی مظلوم و بیچاره ظلم بکنه و هر ظالم را دستش کوتاه شد و قطع شد، یک قوانین کلی و یک قوانین بسیار خوبی برای مردم پخش و نشرش از آدرس رسول صلی الله علیه وسلم. امروز ما به نیس امتای رسول اکرم وفادار و متعهد به تطبیق همو راهکارها هستیم یا تنها بله. ما شعاری مسلمان ما هستیم. فعلا برمیگردیم به سوالی که قبلا کردیم. ما برمیگردیم امروز همان سنت رسول صلی الله علیه وسلم که در زمان اصحاب پیامبر گرامی وجود داشت وجود داره، به صورت درست و به صورت بسیار واضح و شفافش وجود داره. هر کسی اگر پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه به صورت درست پیشویش قرار گرفته، او میتونه طبق ارشادات پیامبر گرامی و طبق برنامه هایی که پیامبر در زندگی انسان مسلمان طراحی کرده بود زندگیش را پیش ببره. ولی برمیگرده اگر امروز ما مشلداران درست راه نبوت نیستیم و نبودیم و امو راهی که اصحاب پیامبر گرامی علیه السلام و خود پیامبر ناظرین اسلام صلی الله علیه و سلم به اشاره کردن نمی رویم و راه را کج گرفتیم و منحرف شدیم از جاده مستقیم، این برمیگرده به خود ما. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. اگر کار خوب میکنین به خودتان میکنین و اگر کار بدی میکنین هم بدی میکنین. امروز از طریق منابر، از طریق رسانه ها به صدها موارد از در مورد اخلاق پیامبر، رفتار پیامبر، شیوه گفتار پیامبر، همه زندگی پیامبر مورد بحث شده و برای مردم رسانیده شده. بله، سیرت النبی در بلخ داشتیم. بله، ای که مردم نمی روند به سمت سیرت پیامبر و راه پیامبر را تعقیب نمی کنند و ای که راه اصحاب را نمی روند، مشکل به خودشان در ادامه برنامه دوباره باز خود گشتیم با ادامه سوالات مرتبط با میلاد النبی و امروز افغانستان چگونه میتونیم با سخنهای سودمند رسول اکرم تنظیم کنیم. عزیزان هموطن، بینندگان خردمند تلویزیون پیکان، شنوندگان ارجمند شبکه رادیو نهاد، این بحث را همچنان از صفحه یوتیوب تلویزیون پیکان میتوانید ببینید. ضمناً برای دریافت دیدگاه هایتان راجع به برنامه تحلیل و موارد را که شما میخواین ما به تحلیل بگیریم با 0798-102-102 میتونید به تماس شوین. پس از میان برنامه همراهیتان را با برنامه تحلیل از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد خواهان هستیم. با ادامه برنامه تحلیل از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد خوش آمدید. یک بار دیگر میلاد نور و رحمت فرخنده باد. مولای صاحب روحانی،
بیاین واضح تر بحث بکنیم. پیشتر از لابلای بحث گفته شد که 1000 عبده باب مکتب امروز مسدود است، درست؟ بله. آموزشگاه ها مورد عمله قرار میگیره، نمونه شما روز شنبه شاهد بودیم در کابل، بیش از صد هموطن ما که اکثرا کودکان بودن شهید و مجروح شدن. بله. اینا را به باور شما کی انجام میده؟ اونا با شعار دولت اسلامی داعش میایه، میخواه خلافت احیا کنه. آیا خلافت با ریختن خون من بیگناه احیا میشه؟ بسیار. دین ما به علم، به دانش، به آنچه که انسان میآموزه بسیار 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 ارزش میده و بسیار اهمیت قائل است به این موضوع و بارها تأکید میکنه که بروین بیاموزین. تنها این گفته مربوط به علم، به علم دین نیست که کسی بره علم دین بیاموزه. آنچه که بشریت نیاز داره بره بیاموزه. یک عالم به یک دکتر هم ضرورت داره، یک عالم به یک انجینر هم ضرورت داره، جامعه به او ضرورت داره، ما به همدیگر ضرورت داریم، باید همدیگر را بسازیم. پس جایی که ما را میسازه، جایی که خدمتگار به وطن تولید میکنه و تقدیم میکنه، اونجا با ارزش هست. هر چی که اونجا تدریس شود، یا مزامین ساینسیست یا مزامین کمپیوتریست یا لسانیست، هر چی که اونجا تدریس میشه و هر چی که اونجا میخوانن برای یاد گرفتن علم و برای بلند بردن ظرفیت های دانششان، وقتی اونجا میرن کار میکنن، نزد اسلام با ارزش هست. شما تلاش در راستای مختل کردن نظام آموزشی را برمیگردیم به سوال شما، برمیگردیم به سوال شما، برمیگردیم به باور ما. کسایی که چنین چیزی را انجام میده ریشه در جهل داره، ریشه در جهل داره که یا خودشان نمیدانن یا دیگرها اینا را نادان تلقی میکنن یا دیگرها اینا را نادان فکر کردن. و باور ما ریشه در جهل دارن، نمیفهمن، ارزش نمیدانن و از طریف دیگه یا از شبکه های دیگری دکته میشن و این کار انجام میده. در اسلام عزیز بسیار صریح و واضح گفته شده، بیشتر آیات را شما هم تلاوت کردین، بسیار صریح گفته شده، کسی که در مقابل مسلمان قرار نگرفت و از کسی که در جبهه نبود و کسی که گناه نداشت و کسی که بدون حکم محکمه یا در امورات دیگه ای که لازم میشه یک نفر از بین بره و کشته شوه، بدون حکم محکمه و قاضی و وقت، کسی حق نداره هر کی را در کوچه و بازار از بین ببره و بکشه، ولو که اونجا او کلمه را کافر شوه و کلمه کفر را به زبان بیاره. این برمیگرده به محکمه و محکمه فیصله میکنه، اونجا حدود الهی اجرا میشه و جاری میشه. این در صلاحیت هر فرد نیست. پس بنابراین اسلام عزیز بسیار واضح و صریح میگه، بسیار واضح و صریح میگه که انسانی بیگناه را نکشین. انسانی که در مقابل شما قرار نگرفت و گناه نداشت، جرم و جنایتی در جامعه اسلامی مرتکب نشده بود، شما حق کشتنش ندارید. پس عاملین اغلب آموزشگاه فکر میکنین از دایره دین خارج شدن؟ پس من برمیگردم، در مسئله از دین خارج شده یا نشده، این حکم برمیگرده به افتا، باید به صورت رسمی. اما باور شما من حیث علما و اصل الانبیا یک آگاه مسائل دینی، دیدگاه شما چیست؟ بله، من به خدمت شما عرض میکنم، جایی که حکم الهی به صورت واضح و شفاف وجود داشته باشه، باور من بیفایده است. الله سبحانه و تعالی این مورد را بسیار سریع ذکر کرده، فکأنما قتل الناس جميعا، کسی که انسان بیگناهی را بکشه گویا تمام بشریت را کشته باشه. جایی که دیدگاه خدا وجود داره و حکم خدا صراحتا موجود است، دیدگاه من حقیر بیفاید است، این جای را نمیگیره. چون من جایی که دیدگاه خدا و شریعت توضیح داده واضح است و صریح است، نیازی نیست که من نظری خود بیان بکنم که نظری من در مورد چنین چیزی است، چون حکم حرام و حلال برمیگرده به شریعت و در شریعت چنین چیزی واضح شده و بیان شده. پس آقای شریفی، اولین کسی که به اسلام مشرف شد یک زن بود، اولین شهید اسلام یک زن بود. بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راوی تعداد از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. بی بی زینب کبرا، بی بی فاطمه زهرا و مثال های دیگر از زنان شجاع صدر اسلام که نخبگان بودند در راستای ترویج دین تلاش کردند. این به این معناست که در دوره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلفای راشدین و ائمه معصومین نقش و جایگاه خاص به زنان
تفویض شده بود، درست؟ بله بله. حالا چگونه است که یک گروه میایه امروز حق آموزشه، حق کاره از زنا میگیره و میگه تو خانه بشی و خودم نامش میمانه امارت اسلامی. این امارت اسلامی با ارزش هایی که بر مبنای از او اسلام بنا شده سازگار است؟ قبلا خدمت شما عرض کردم که پشت پرده یک چیزهای نهفته هست که هیچ یکی ما شما نمیدانیم. اما مسئله شما اشاره کردین که اولین زنی که در اسلام خواه آمد به اسلام گروید سمیه بودن، خواب که با امو شجاعت و دانایی و زیرکیشون هم به شهادت رسید، هر چقدر که اذیت داد و اذیت کرد و آزار داد و شکنجه داد، باز گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. دست از شوهرم بر نداشت، از فرزندم بر نداشت، دست از پیامبرش هم بر نداشت. هر چقدر آزار داد، این فقط دیگه کلمه را عرضه داشت و گفت، تا که با امو شکنجه شوهرش هم شهید شد و فرزندش هم که عمار با چی خونجگری ها، با مشکلات ها، با زخمه های انگفت فرار کرد و رفتن. یک موضوع. موضوع دیگر، شما خواب فرمودین که حضرت بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها چقدر حدیث ها و چقدر پیام هایی از پیامبر بزرگوار اسلام برای امت اسلامی احداث کردن و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت زینب سلام الله علیها که قهرمانی دنیا و آخرت برای 124 هزار پیغمبر حضرت زینب بودن سلام الله علیها. شما ببینید که پیامبر بزرگوار اسلام ازش کدام بچه باقی نماندن که اگر امروز بعضی برادرها و دوستهای داخلی و خارجی ما و شما اگر احساس بکند که مرد در جایگاهی در قانون اسلام، در شریعت اسلام، در خلافت اسلام مرد جا داره، پس اینا خلاف سنت پیغمبر پاک گذاشته. پیغمبر بزرگوار اسلام ازش بچه در دنیا نمانده بودن. خب اینمی دخترش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از پیغمبر می بود. بعد از رحلت حضرت پیغمبر زنده حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن و این جاودانگی که توسط حضرت فاطمه سلام الله علیها که خواب امام حسن، امام حسین و حضرت زینب، زینب کبرا سلام الله علیها بعد از قضیه خونین و دلخراشی بر جامعه اسلامی نه تنها بلکه بر جامعه بشریت بر جا گذاشته شد، پیام آور از این خواب کسانی که خوابه های غفلت رفته بودن از بنام اسلام، بنام دانایی اسلامی، بنام حدیث نبوی، بنام سنت پیغمبر بزرگوار اسلام و همچنین اون خلافت هایی که غیر از اسلام خواب به ادیان مختلف در دنیا زندگی میکردن، قهرمان کربلا زینب کبرا سلام الله علیها پیام رسانی کردن در کوفه، در شام، در بین راه، در جاهایی که انذار مردم زیاد بودن، اهل بیت را سوق میدادن و زینب سلام الله علیها اونجا رو نگرفتن که گریان بکند و فریاد بزند و وای به مرمن بگه، نگفتن، فقط سخنرانی کردن. اما سخنهای جدش پیامبر، سخنهای باباشون علی رو گفتن، اینا رو سخنرانی کردن تا مردم خواب رفته بیدار شد که امروز 124 هزار پیغمبر ممنون پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ختم مرتبت بهترین عالم بشریت هستند و این ختم مرتبت عالم بشر پیامبر بزرگوار اسلام امروز در واقع اگر ما و شما از روی احادیث و اخبارها مطالعه بکنیم، مجلاتی چی در داخل چی در خارج، حتی دانشمندان کفر ببینید شما در رسانه ها، در تبلیغ ها، رسانه ها که دانشمندان کفر چقدر توصیفات از سرزمین کربلا، توصیفات از قیام امام حسین میکند و این قیام و این آرمان را زینب کبرا سلام الله علیها به ارمغان تا دامنه قیامت هم ممنون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هستیم. اما جامعه امروز افغانستان، نه تنها افغانستان بلکه جامعه اسلامی که امروز با تبلیغات کورکورانه دشمن گوش دادن، با تبلیغات کورکورانه دشمن، با اون عملکردها و فعل های قبیح دشمن چشم دوختن، با اقتصاد فقری که امروز در اسلام در اسلام دارد و این اقتصادش تحمل نکردن، به این خوافقش تحمل نکردن، به اقتصادهای خارجی دست بردن، یک عده گلهای ما منابع غنی در کشورهای اسلامی داریم، بیشترین معادن در افغانستان است، در ایران است، عربستان است. شما اجازه بدین امروز کشورهای اسلامی بهترین معدنیات را دارد، مخصوصا افغانستان. ما و شما افغانستان یک منابع بسیار سرشار از منابع های اقتصادی هستند که اگر امروز به این منابع ها دست داده شود،
تمام آسیا بگذار که بلکه قاره افریقا و جنوبی تا بالا همه اینا ممنون افغانستان بعد دست اینا همه سی افغانستان درا شوند. این بدبختی ها، این ناباوری ها، اینا از سلطگری های ما و شما است. مشخصا آقای شریفی اگر بیایید در این قسمت جواب کوتاه میدم شما اجازه بدین. خواهی بباوری ها از خود ما و شما شروع شدن. اول ما در خانه اولاد صالح تربیه نکردیم، چنانی که خواب بنابر رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام میگه که تربیت یک خانواده 100 برابر بهتر است از تربیت یک حکومت اسلامی. بله واقعا بچه ما، بچه شما، بچه این اون اگر تربیت سالم شوه یک کلانتر کوچه راحت است. کلانتر کوچه راحت بود، یک والی راحت است، یک رئیس یک مملکت اسلامی یا خلیفه مسلمان ها راحت است. ولی امروز جامعه ما با تبلیغ های کورکورانه، رسانه های مفتزه و رسوا، اولاد های ما رسوا شدن، در بدر شدن. امروز شما فهمیدین که آقای شریفی بس رسانه که میشه، شما مکنون از طریق یک رسانه مشغول روشنگری هستین. خواهش تمام رسانه ها را ملامت نکنین. شما اجازه بدین ما از موضوع میرسم. خب ما رسانه های رو در افغانستان داریم که این خدا در بین خیلی از مشکلات های مردم را برطرف کردن، خیلی مشکلات ها از بین رفتن، اما نقص خود را هم دارن. مشکلات این نقص از رسانه نیستن، نقص از خود ما و شما هستن. من حقیقی که امروز به عنوان یک خطیب، به عنوان یک امام آمدیم در این استودیو نشستیم، نقص از خود ما هستن، نه از این رسانه. ما باید کاری بکنیم که عملهای نیک، افعالهای نیک را ازش تقلید بکنیم، نه کورکورانه و تقلیدهای غرب. اما این که شما گفتین مکاتب بسته هستن، چند تا مکتب بسته هستن، مخصوصا خب تحصیل برای دخترها را حرام میداند. اینها را ما مسلمانی واقعی نمیگیم که حتما طالبا کردن، نه، اینها کسانی هستند که در پشت پرده تبلیغات غرب، تبلیغات اسلامی. حالا پشت پرده یک بحث است، من اعلامیه طالبا میخوانم، درست است؟ بله. ما شما از سال 75 تا 85 سال دمی کشور حکومت داشتین به نام امارت اسلامی افغانستان. بله. درست است؟ بله. ملا عمر افغان بود، ملا ربانی افغان بود، دیگه و دیگه و دیگه اش که در قطر شش تا کو وقت حکمران های طالبا بودن، نه اینا افغان بودن، امینا اعلامیه داده بودن، امینا در صحبت های خود گفته بودن، امینا مکاتب سرتاسر افغانستان را بسته کرده بودن. به دستور یک افغان، نه دو افغان، نه هزارها افغان، یک تشکیلات را به نام طالبا شکل داده بودن، امارت اسلامی را ایجاد کرده بودن و این امارت اسلامی آموزش بانوان شده بود. آقای شریفی شما اجازه بدین فرض مثلا فکر میکنین یک تعداد زیاد پس فریب خورده؟ شما اجازه بدین یک موضوع پیش میاد. خب مسئله یک قتل و دوزی یک وقت جایی شروع میشه، یک اندک سر سوزن، یک سر ناخن، یک چیز را برای خود یک منافع شخصی پیدا میکنه. وقتی یک نفر حرکت کرده، ده ها نفر دیگر در کمینه، مخصوصا در کمین دین اسلام، باز بین بردن نام افغانی. شما ببینید در تاریخ های قدیم افغانستان بهترین الگو برای تمام جامعه آسیا بودن یا نبودن؟ امروز در همین کمینگاه ها یک نفر اگر خلاف کرد، خطا رفت، ده ها نفر ضد افغانی از کشورهای اسلامی همسایه های ما و شما خب بر ضد حرکت کرد، یک موضوع را ده موضوع داره صد موضوع درست میکنه. این موضوع سر جایش باشه اگر استفاده های سو شدن. موضوع دیگر مکاتبی که امروز برای مسلمان ها در افغانستان، در افغانستان بسته هستن، اینا توسط خود ما افغانی ها هستن، خود ما کردیم. اگر دولت قانون صریح را انجام میداد، اگر دولت به قانون اسلامی، به شریعت پیامبر بزرگوار اسلام، به سنت های نبوی عمل میکردن، به قرآن عمل میکردن، رشوت ها، رشوت گیری ها، مشکلات ها اگر نبودی تبلیغان پیدا نمیشد. آقای شریفی بلی. یک ضرب المثل وطنی داریم، میگیم دردم از خدا گلیم از همسایه، درست است؟ بلی. ما رشوه صراحتا از دیدگاه دین مقدس اسلام حرام است، درست است؟ یک بحث دیگه است. بله. اما آموزش هم از دیدگاه دین مقدس اسلام فرد دانسته شده، درست است؟ بله. حکومت مکتب ایجاد میکنه در قالب برنامه اقرا، هزارها مکتب در سرتاسر کشور میسازه. بله. اما او طرف میاد مکتب مورد طالقان با راکت میزن، دو مکتب انفجار میتد در یک ماه. میاد از زابل مکتب انفجار میتد، میاد از فاریاب مکتب از بین میبره، میاد بازار شیرین تگاب و فاریاب با راکت میزنه، میاد از شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان درگیری میکنه، میاد از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور انتحاری میکنه، میاد از هلمند، در کندهار، در آموزشگاهی که در کابل پیشتر براتون اشاره کردم، میان ما را میزنن، درست است؟ این یک قسمت قضیه که از دولت فعلی بس میریم به 20 سال پیش. 20 سال پیش دولت فعلی نبود، در دوره تسلط طالبان اونا مکاتب بسته کرده بودن. و در شهر مزار شریف یک مکتب دخترانه باز بود، در دوره طالبان در اینجا حکمرانی بود، در کابل باز بود، در ایران، در ننگرهار، در بدخشان، بامیان باز بود که نبود، درست است؟ پس هر بحث روی خودش میایم، اما یک مقوله سر سخنجوی هر نکته مکانی دارد. مشخصا
میخوایم بیننده ما شنونده ما که اکنون ممکن است بی سواد باشه در سوالیا میخوای واضح بدانه که دخترش حق آموزش داره یا نداره. دخترش حق آموزش 100% داره بنا به دستور. پس این حق آموزش که داره طالبی که مکتب بسته کرده او کرام حق داره که عمر مکتب بسته کرده. طالب مکتب بسته به خاطر که دختر درس نخونه این طالب مکتب ای رقم بسته نکردن. اینا جاسوس های هستن. طالب اصلی اگر روی میز مذاکره باشه هیچ وقت طالب اصلی کسی که دین پیامبر بزرگوار اسلام را بخواد روی پا ایستاد بکنه، کسی که بخواد خلیفه مسلمین در جامعه اسلام باشه، در جامعه افغانستان باشه، هیچ کسی به این باور نیستن. هیچ 20 سال پیش هم طالب اصلی نبود. خب ما 20 سال پیش خدمت دادیم نمونده گفت 20 سال پیش مکاتب بسته بود کلی مردم نمیتونن. اما فعلا کسانی به این باور هستن، کسانی به این بستن مکاتب دست دارن که اینها تبلیغای بیگانه و دستهای خارجی به اینا جا کرده اثر کرده، قبل از اینکه او کسی که در رأس حکومت یا امارت اسلامی هستن قبل از اینکه با اطلاع شود با خبر شود این کار صورت میگیره. تشکر میگه. سپاس آقای مخدومزاده. واضح دوست داریم از شما بدانیم آموزش اقر شهروند است؟ ایخو یک مسئله واضح و آشکار است. از دیدگاه دین مقدس اسلام صراحتاً اکثر دختر و پسر درس خواندن است، درست؟ 100%. پس وقتی که من مطلب شما را گرفتم، کسی که مکتب را میبنده دختر و پسر حق تعلیم و تعلم را داره، اما در اسلام یک قاعده کلی هست که همانا هر موجودی که در دنیا زندگی داره حد و حدودش را دین تعیین کرده، حد و حدودش تعیین شده، یک چور چوکات است. هیچ چیز بدون قید و شرط در محور دین قابل قبول نیست. دقیقاً نباید اون باشه. حتی از لحاظ ما شخصا نمی جوارحی که در وجود یک انسان هست اینا روی یک محدودیت پروردگار خلق کرده. ای که اسلام عزیز برای پیروانش چی زن و چی مرد حق تعلیم و تربیت داده، اون هم در یک محور، اون هم در یک دایره او که همان مردش تعیین شده است. ما براتون واضح بگم اصل سوال شما رو ما گرفتیم. واضح به خدمت شما داشته باشم از طریق شما بینندگان عزیز به سوال ما پی ببرم. به شکلی که امروز دختران امت اسلامی جامعه افغان با می لباس هایی که داره، با لباس های چسب برهنه، با آرایشی که داره، با می شکل و مود فشن که از خانه میبره به هیچ گوشه دین هم نیست، اگر امارت میکنه دقیقاً یک لحظه یک لحظه یک لحظه بحث شما منطقی یک لحظه اما مالیش 20 سال پیش یک لحظه تو سوال تا بگیار. وقتی که طالب کار میکنه امارت اسلامی، ما در مقابل امارت اسلامی به عنوان یک عالم دلیل داریم در مقابل ازی داره خود دلیل، اما حضور نمیشه کار کرد. یک لحظه باش یک لحظه باش، ما 20 سال پیشم برات میگم خورد در مقابل همین دلیل داری؟ یک مکتب 10,000 دانش آموز داره، درست است؟ ممکن است یک هزارش لباس درست نپوشه. یک چیزی واضح و آشکار است بالرأس و بالعین دیده میشه که با کدام لباس دختر مسلمان مکتب اما میره. طالب میتونه قید و شرط تنظیم کنه که با این لباس اگه آمدی مکتب باز، اگه نامدی مکتب بسته است. او خود دوری خود قید و شرط رو تعیین نکرد، کلا بسته کرد. اینه طالب نرزه اینه طالب نکرده، این قانون دین است، یک امر مسلم است. دقیقاً ایجاب متانت است، نه ایجاب چادر زینت زن است قبول داره. لحظه یک امر مسلم است، این به طالب مربوط نمیشه، این به دین مربوط میشه. آمدم سری ازی 20 سال پیش قبلا شما میگین همونطور که خودت مطالعه داری ما مطالعه داریم. 20 سال پیش میدان جنگ بود، طبیعی که جایی که امنیت نبود باشه اونجا مکتب نیست. مولای سید 20 سال پیش در حال ما و شما طالب حکومت میکرد، یک لحظه یک لحظه صدای یک دونه فیرام نمیشنیدین، 95% این خاک پیش طالبا بود نبود. اونمو وقت هم امارت اسلامی معلومات دارم که مکتب بند نکرده، مکتب دخترا بسته بود، بند نکرده بند نکرده. در شهر مزار شریف مولوی امارت اسلامی در شهر یک دونه مکتب دخترا اگه واز بود شما نشان بدین. او دختری که 77 در مزار فارغ شد، 78 در مزار فارغ شد، 79 در مزار فارغ شد، شما نشان بدین. ما از وطن هستیم، دمی خاک زندگی میکنیم. وقتی که خود دختر مسلمان با خواست خود که مکتب نره، آیا میتونه امارت اسلامی بره از خانه بیرون کنه؟ فرمان ملا محمد عمر مجاهد آنچی که امیرالمومنین میدانستن طالبا است، اون فرمانش بود که مکتب نظر خودت نظر تو کدام دلیل منطقی نداره؟ فرمان از اون نظر ما بوده نداره، دارین کدام دلیل منطقی؟ خب فرمانش ما براتون گفتم. کدام فرمانش؟ فرمانی که در سال 75 صادر کرد. کدام فرمانش؟
حالا مثلا میز نمیتونم بیارم براتون در آرشیف از ده سال 75 شما رسانه را مراجعه کنید زمان انتقالی تاخیر شد وقتی که تو سوال میکنی باید مسلح بوده باشی خب من مطلعه است و ما فرمان چه خواندیم مطلعه است مسلح نیستی تو وقتی که علیه ملا عمر نقد میکنی که اعانه صادر کرده کش خب ملا عمر تمام رسانه ها بحث کرده تو وقتی که سوال میکنی ببینید گوش کن تو سوال میکنی مولوی قلم الدین رئیس امر معروف طالبان درست است چند سال پیش قبول کرد که ما مکاتب در دوره خود بسته کرده بودیم قبول کرد رئیس امر معروف طالب قبول میکند آقای مخدوم اینا قبول کردن نمیتونم به خاطر اینکه روی یک دلیل باید نباید قبول کردن نمیتونیم به هر حال موضوعات بسیار قبلا نباید سر میز خب نه حالا آقای روحانی تا بدون انگوش پنهان کردن نمیدید قبول ندارید که مکاتب بسیار پیش از که مثلا شما میگید آقای 20 سال پیش مکاتب مسدود بود درست است اجازه بدید مسائل 20 سال پیش چیز خوبی نیست که فعلا این روز باید ما ببینیم خب طالب دیروز امروز یکی است درست درست ببینید آقا جان گوش کن به هر حال مسئله طالبی که مکتب بسته شده و امروز کسایی نمیتونن به صورت عموم بسته نیست مکاتب در افغانستان فعلا در ساحاتی که طالب زندگی میکنه به صورت عموم بسته نیست به هر حالش شاید مناطق و جغرافیا فرق کنه و ما نماینده مکتب در اجازه بدین اجازه بدین و ما نماینده طالب در میز نیستیم ما به هیچ عنوان نگفتیم ما از شای دینی میخوایم دفاع کنیم اگر ما نماینده همین اوکنون طالب با ما مخالف است که شما چرا در صف جهاد نمیایید گفتی خودشان که شما چرا در صفحه مبارزه نمیین و شما در شهر و بازار میگردین نه فعلا طالب با ما مخالف است فکر و ذهنش عقایدش با ما مخالف است و ما نماینده طالب نیستیم که از 20 سال پیش امروز دفاع کنیم یا حمایت بکنیم که درست بود یا نبود فهمیده شد حمایت بکنیم که درست بود یا نبود اصل مقصد محور بحث چی تشکیل میده روی محور بحث سخن سودمند سرور کائنات گفته طلب علم بر ارد و مرد مسلمان فرض است بل. سوالی که از ابتدای بحث مطرح شد و آموزش قسمی که در ابتدا جناب مولوی صاحب فرمودن که سوره اقرا بخوان اولین آیه که بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده اقرا بود درست است درست ما یک خدمت شما بسیار واضح و شفاف بگویم که همه با سواد و بی سواد هم بفهمند طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فرض است به مو اندازه‌ای که ضرورت داره و ضروریاتش رفع میشه تا مو اندازه برش فرض است از او اندازه به بالایش که برش نیاز نیست ضرورت اینی ضرورت نداره که بالاتر از او بیاموزه او برمیگرده به چیز خودش که بره بیاموزه دکترا میخونه ماستری میخونه به هر حالش بالا میره اما شما در قسمت قبلی سخنایتون گفتین که باید دکتر شه و علوم ساینس و... بله من بیشتر چی گفتم به هر اندازه‌ای که ضرورت است ما برای یک دکتر متخصص ضرورت داریم ما به یک انجینیر ورزیده ضرورت داریم خب ببینین من بس تمام کنم طلب علم بر دختر مسلمان بر پسر مسلمان فرض است در هر شرایط فرض است اما به گفته مخدومزاده صاحب اسلام عزیز رفتن به مکتب را یک قانون برش وضع کرده روی یک چارچوکات باید پسر و دختر برن درس بخوانند پسر و دختر باید برن تعلیم بیابند و اینا عالم شوند، دانشمند شوند، دکتر شوند، انجینر شوند و هر چیزی که نیاز جامعه امروزی است شوند. مشکلی نداره. اگر امروز کسایی که مکتب را بستن دلایل پیش خودشان دارن. من به صفت یک عالم دین اگر 100 تا دلیل برای عدم بستن مکاتب یا بستن مکاتب طرح بکنم، ارائه بفرمایم، یکیش پیش طالب قابل قبول نیست. اگر در میز من یک طالب می نشست و رو به روی من صحبت بکرد و من دلائل خود و او دلائل خود بر من می گفت بس واضح و روشن می شد امروز من همین سه تا عالم که نشستن بسیار واضح و صریح میگه واضح و صریح میگه که در هیچ شرایط بستن دروازه های مکتب درست نیست و دروازه های مکتب در هر شرایط باز باشه ولی به امو قواعد و قانونی که خداوند در یک محدوده وضع کرده و در یک چارچوکات قرار داده پسر و دختر برن درس خود بخوانن خلاصه تمام دقیقاً. و شما کوشش میکنین که ما به صورت سره در چمتال در چاربورک بود دقیقاً نمیگفتی شما... آقای روحانی رو میخواست بدانن شما اجازه بدید آقا جان حق آموزش بر شهروند است و دقیقاً شما اینو فرمودین آقا جان اجازه بدین بفرمایید یک مطلب این است که موضوع جنگ موضوع کشتن جدا هست که اونجا نه دختر درس خوانده میتونه بچه ما موضوع زنده شما گفتین که طالبا درس خواندن دخترها را ممنوع میدونن همین لحظه ما قومای نزدیکیم در چمتال از خواهرای همه نواسای عمیم است یعنی ما درس میخونه در مکتب ولی با قیودات اسلامی با شرایط اسلامی همین لحظه درس شروعه همین لحظه مکتب فعال است
دو تا مکتب لحظه داشتیم تا خبر دارم دست میخونم قیداد اسلامی رو بیشتر به شنونده ما وضعب بتین تا در آستانی میلاد نبی تمام دوستان بدانن قیداد اسلامی نمیست که بنابرای مذهب امام ابو حنیفه رضوان الله تعالی علیه بنابرای مذهب امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین مذاهب دیگر که احترام به همگان شما داریم شریعت اسلام حجاب را برای زن فقط شستن این صورت همون مقداری که در وضو شستن میشه این مقدار را اجازه داده که یعنی به این حالت باید بره در وارد یک بحث و درس و امثال اینها وارد شوی اما دست بعضی از علمای متقدمین گفته زیر کف دست معلوم نشه پشت دست معلوم شوه اما علمای متأخرین گفته عیب نداره از مچ 20 تا پایین دیده شما مانع نداره ولی گفته بهتر هست یک چیزی مثلا یا جوراب دستکش امثال اینها باید داشته باشه اما اینا قید نگذاشته که زن درس نخونه ولی حکومت طالب ما منحصر نمیتونیم که امروز حتما حکومت طالب خط سرخ کشته که زن درس نخونه امروز تحت حکومت طالب بعد یک ایده از شمطال که به نظر خود شخصیم در نظر دیدم که درس ها شروع هست ولی موضوع جنگ موضوع نزاع اینا جدا است ما کوچکانه از همه شما خواهش میکنم که باید موضوع هایی که 20 سال پیش و 30 سال پیش در دوران حکومت طالب بودن اینا فعلا در ادامه برنامه در بخش اخیر بخش که دیدگاه دین مقدس اسلام در مورد شفافیت در مصارف چی است بحث رشوه ستانی را که طبعا دین مقدس اسلام مردود شمرده برای شما بیننده های عزیز تلویزیون پیکان و شنونده های شبکه رادیو نهاد که مکنون ما را در شهر مزار شریف 14 ولسوالی بلخ میبینین و میشنوین و از طریق صفحه یوتیوب تلویزیون پیکان دنبال میکنین مطرح خواهد کردیم پس یک میان برنامه 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 تحلیل از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد خوش آمدین. یکی از نکات را که دین مقدس اسلام مردود شمرده بحث اخاذی یا رشوه ستانی است. جناب مولوی صاحب مخدوم زاده میخوایم دیدگاه شما را در ارتباط داشته باشیم. کسایی که امکنون برای حل مشکل یک مراجعه کننده در اداره حکومتی درست رشوه میگیرن و یا هم در شاهراها وسایت نقلیه را تانکرهای تیل توقف میتن و از او اخاذی میکنن این کارشان از دیدگاه دین مقدس اسلام مردود است یا کدام عمل دیگه تلقی میشه؟ اولی که ما سوال به این شکل مطرح بکنیم که برداشت شما از دین چیست ارتباط به اخذ رشوت بله. چون نظریه ما نظر پروانی کرده نمیتونیم چون قبلا خودش تثبیت شدگیست قابل نظر پروانی نیست برداشت ما از دین مقدس اسلام ارتباط به رشوتگیری و رشوتدهی یک چیزی پذیرفته شده هست یک چیزی آشکار و واضح و هویدا و معلوم دار است که پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید رشوتده و رشوتگیر هر دویش و کسی که رهنمایی به رشوت میکنه جرم انسانها با همدیگر مساوی و برابر است جرمشان همانا او جرمی که دین مقدس اسلام خودش تعیین کرده و عذابی که الله به این انسانها تعیین کرده و وعیدی که توسط ارشادات پیامبر صلی الله علیه و سلم در ارتباط بوده یک چیزی امر واضح و آشکار است. آمدیم سر سؤال شما که راه ها مسدود میشه و به خاطر گرفتن پول و پیسه از موترهای که تانکر از هر موتری که بوده باشن باربری ایرا عقیده ای کسایی که این کارا میکنن ایرا رشوت نمیگن این رشوت نیست شخص امی لحظه هم در چشم شیر فعلا امی قضیه روان است در چشم شیر است در شهرهای مزار شریف در ایسوف است اونا ایرا رشوت نمیگن ایرا حق مسلمشان میگن ایرا ما یک نظام هستیم به این عقیده هست که ما نظام هستیم ما حق داریم که مالیه بگیریم پس رشوت با عمل کرده اینها فرق میکنه اما من که راه دستم ما اول رشوت را بفهمیم که رشوت چه معنا تا زمانی که ما تحلیل مفرد نکنیم به نتیجه نمیرسیم رشوت به باور شهروندا حل مشکلاتشون توسط پول این یک مفهومی که شما گرفتین پس وقتی که به این برداشت که شما هستین امارت اسلامی اگر این که از تانکرها از امثال موتر که پیسه میگیرن روی برنامه نبوده پس وام رشوت داد چرا که ما با او پول میتم تا مسئول از چشمش رد شوم نه و هدف اینا است که ما مالیه میگیریم چرا مالیه میگیریم حکومت مالیه میگیره شما سکنین اونا میگن ما نظام هستیم ف...
فعلا در مذاکرات در محور صلح اونا نشستن، فعلا هم نظام افغانستان در عنوان دولت قبول نمیکنه اونا. به عنوان دولت قبول نمیکنه. یکی بحث اونا است مولوی صاحب، من که راننده هستم از ایرتان محترم بار میکنم، درست است؟ مواد نفتی را بار میکنم میرم سون کابل. من یک مالیه میپردازم به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، درست است؟ بله. اسناد گمرکی خودم من تای مراحل میکنم. بلی. شفاف کل مسائل مال است نه؟ حکومت یک مالیه از من گرفته. ما قانونا پرداخت کردیم به بودجه ملی رفته، بودجه ملی به شما مکتب میسازه، بودجه ملی به شما سرک و شفاخانه و دیگه میسازه نه؟ اما کسی که با چشمی شیر میگیره او در بدلش به من چی خدمات ارزه میکنه؟ خدمتش ایست که به عقیده خودش. گرچه قبلا روحانی صاحب گفتن که ایجا باید در مقابل سوالات شما کسی باید نماینده امارت اسلامی میشد که جوابگوی از اون میباشد. اولش ایست که نظری من را قبول نمیکنه اونا. فعلا من یک ملای دولتی هستم در عقیده از اونها. فعلا من به عقیده اونها ملای دولتی هستم. من قبلا برات گفتم که این رشوت به عقیده اونها نیست، به عقیده شان مالیه گرفتن است. حالا بعد تحقیری اونا سر جاش، رشوت و اخخازی یکی هست نیست؟ چی؟ رشوت و اخخازی. حالا اونمون طالب نمیگیری یک مسلح غیر مسئول یک پاتک جور میکنه میگیره نه؟ اگر مسلحی که با دوست سلا بره در مقابل تانکر سات میشه پل میگیره، این خود یک چیزی مرمدار است که کارش خلاف دین است. اما امارت اسلامی فعلا خود در افغانستان یک نظام میدانه. به می عقیده است که من نظام هستم. نظام که شورای کویته و پشاور و میرانشار داره و شورای داخلی نداره. هر آنچه که او عقیده خودش است. دقیقاً. آقای شریفیت، رشوت و اخخازی دو روی یک سکه است یا دو بحث جداگانه است؟ این رشوت و اخخازی دو بحث جداگانه است. رشوت به کسانی داده میشه که راشی و المرتشی کلیه ما فی النار، کسی که رشوت میدهد و رشوت میگیرد. خب مثلا این گلاس سهم ما نیست، حق ما نیست. ما پنج افغانی جناب میدونم که این پنج افغانی قضای تو سید تو بگی اینه می که حق ما نیست، این تو با فیصله کن، اینو میگه رشوت. اما ای که بیشتر جناب مولوی صاحب فرمودن که خب اخاذی که در شارهای افغانستان میشه اینا حکومت می خود حساب کردن، حالا امارت اسلامی یا خلافت اسلامی اینا میگه ما یک حکومت هستیم، حکومتی که با زور تفنگ و این مقدار خاک افغانستان رو گرفتیم، به این خاطر اینا مالیات حساب کردن میگیره، میگه این منطقه تو این منطقه مال ماست، این مقدار اخخازی یا مالیا ما میگیریم به حساب اونا یک مالیات یک کشور شما اجازه بدین. خب دیگه این از برنامه های افغانی ما و شماست. افغانی قبلا شما عرض کردیم که افغانی یک نمونه یک الگو برای آسیای مرکزی بود، متاسفانه اسد متاسفانه امروز به قهقرا کشانده شدیم به خاطر تبلیغات بیگانه و تبلیغات اجنبی های همسایه خود ما و شما. شریفی ما تفنگ به دست میگیرم، شما اجازه بدین مطلبی که اخخازی میشه جدا گپ است و یک رشوه میشه جدا گپ. رشوه خواب در اماکنی میشه که مثلا زدم توی گلاس چای را، اما مسئله ای که اخخازی میشه اینا خود حاکم میدونه. حالی از مسئله شارای مزار شریف و دره صوف اونا که اخخازی میکنه از اون تا اون منطقه را دوزی هم وجود نداره، هیچ کس وجود نداره. ما متروان را در همسایه ما صحبت کردم، گفت از تخار میآمدن طرف مزار از قندوز آمدم، از یک پستی دولتی سوال کردم که روی مزار از کدام طرف میره، طرف تاشقرغان نشان دادن که تا این زمین را میره، گفتم دوز، گفت از اون منطقه طالی و دوز وجود نداره. با می لهجه خود همین قماندان پسته گفت از اون منطقه طالی و دوز وجود آقای نداره. آقای شریفی اینا به این نظریات شنی می که ما مالیات میگیریم امنیت مردم میگیریم. آقای شریفی دو حکومت من تفنگ سر شانه مندازم، می ملت میسوزد، من تفنگ سر شانه مندازم، من در تیمورک میرم تانکر تیلا موتر مسافربری را تو میتم، میگم یا پول بده یا میزنمت، امی پول که به من میرسه حلال است یا حرام؟ حرام، حرام ابدیه. این ولی یک ایده از تانکرا در میخوره، از یک ایده از متروانا چور و تاراج میشه به نام طالب، به نام حکومت اسلامی یا امارت اسلامی، به نام عمره، ولی در عین حالی که هیچ خبر نداره کسی که تانکر کی دوزد. پس میپذیرین که اخخازی و رشوت اردو حرام است؟ اردو حرام است، یکی به نوک تفنگ میشه دیگهش به زور نام حکومتیش میشه. اردو حرام هست، منتها اردو هر کدام بحث جداگانه داره، مقام جداگانه داره. سپاس آقای روحانی، دیدگاه شما. امی اصل مطلب شما امیست که چرا از این تانکرها پیسه میگیرن؟ ما بس تانکر نیست، رشوه و اخخازی در یک ردیف میدانین یا ردیف جدا؟ نه، هر پولی که خلاف رضایت یک فرد ازش گرفته شود
دیدگاه شما در ارتباط چیست؟ بیشتر جناب مولوی صاحب مخدومزاده گفتن که دیدگاه دین مقدس اسلام واضح است، اما برداشت شما رو میخوایم بدانیم. هر پولی که بناحق گرفته شود، ظالمانه گرفته شود، او در اسلام عزیز درست نیست. هر پولی که باشه، چه به نام رشوه باشه، چه به نام اخاذی باشه، چه به نام محصول یا مالیات گمرکی باشه، و هر نامی که به ظلم، به جبر، بدون داشتن مدرک درستی وقتی که بگیره از کسی، در اسلام عزیز درست نیست. حالا که از تانکرای تیل یا از موترای تیلری در راه چشمه شیر یا بغلان یا یعنی در صوف پول میگیرن و پیسه میگیرن، امارت اسلامی برای خودشان به دیدگاه خودشان کار خوب است، اما به دیدگاه دولت افغانستان کار بد است. اونا هم طرفدارای خود دارن، میگن کار ما خوب است، اینجا هم طرفدارای خود دارن، میگن کار اونا بد است. به هر حالت شاید اونا از این کارشان یک تعریف جدا داشته باشن و دولت افغانستان از این کار یک تعریف جدا داشته باشن. آقای شریفی گفت ملت میسازن، ملت داغ میبینه، دو جای تاوان میته. به هر حال ملت دی وطن سالهاست که سوخته، ملت دی وطن سالهاست که تحت ظلم قرار گرفته، ملت سالهاست که آه و ناله و فریادش دی وطن بلند است. در کدام شرایط، در کدام حکومت در امی افغانستان شما ملت به صورت آرام دیدین که نفس آرام و راحت کشیده باشه؟ ملت در هر شرایط تحت ظلم و شکنجه قرار گرفته، ملت در هر شرایط آه و فغانش بلند بوده، ملت در هر شرایط قربانی داده، ملت در هر شرایط خونش ریخته به زمین. این ملت افغانستان در همه حالت رنج میبینه. پس در همه برمیگردیم در اصل مطلب، از منشأ باید بگیرین. منشأ وقتی چنین چیزی وجود داره، بیاین در اصل عواملش بحث بکنیم که چرا وجود داره، که چرا وجود داره، که حالا میگیرد دلیل حرام و حلال بودنش به خودشان مربوط میشه. درست است؟ ما پیشتر خدمت شما گفتیم ما شاید از خود یک تعریف جدا داشته باشیم، مثل که خودتان گفتین اخاذی است و این حرام است، ولی اونا شاید یک تعریف دیگه داشته باشن. من نرفتیم در بینشان ننشستیم که شما چرا این پول دارین میگیرین. اگر با یک اماراتی ما صحبت میکردم که شما چرا این پول میگیرین، حتما من دلایلی میگفتم، چون من خودم اماراتی نیستم و از اونا نشنیدیم، من چی برای شما بگویم؟ سپاس. عزیزان هموطن، بینندگان خردمند تلویزیون پیکان، شنوندگان ارجمند شبکه رادیو نهاد، یک بار دیگر میلاد نور و رحمت، سرور کائنات، اشرف مخلوقات، افضل موجودات، رسول اکرم، بهترین عالم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به فرد فردتان فرخنده باد. قضاوت راجع به بحث امروزی تحلیل با شما. این برنامه را در یوتیوب تلویزیون پیکان نیز می توانید بیننده باشید. جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما 0798-102-102 در خدمتتان. با سپاسگزاری مجدد از مولوی عبدالرب مخدومزاده، شیخ خداداد شریفی و مولوی عبدالبحر روحانی که در برنامه امروزی تحلیل تشریف آوردند. تا درود دیگر، در پناه الله متعال باشین. بدرود.